بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از هغمی هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده انفال که فریاد رسی می آید. سلام و درود خدمت، سلام و عرض ادب و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده انفال که فریاد رسی می آید. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان خوبی که از فضای پرنور شبکه هادی تیوی ما را میبینید. امیدوار هستم در هر کجای از دنیا که هستید جور و صحتمند بوده، در کنار فضا و کانون گرم خانواده زندگی سرشار از صفا و سمیت داشته باشید و ایام بکام. همچنان عرض تسلیت دارم ایام وفات و سوگواری بانوی بزرگ اسلام حضرت ام البنین سلام الله علیها را. با کمال افتخار و امتنان روبروی شما خوبان قرار داریم و در برنامه بانوی نمونه با محوریت و موضوعی حضرت ام البنین لیاقتها و شایستگیها با خود داریم کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد نصرالله توحیدی. جناب استاد سلام علیکم. سلام علیکم با بینندگان داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء كله لله، الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تک تک شما همراهان عزیز، بینندگان گرامی و ارجمند، و عرض تسلیت دارم ایام رحلت بانوی عظیم المنزلت عالم اسلام حضرت ام البنین علیها صلات و سلام. خیلی خوب جناب استاد، در قسمت دوم از برنامه قرار داریم. چگونه حضرت ام البنین یک بانوی نمونه است، بانویی که پرچمداری مثل علمدار کربلا را تحویل عصر میدهد. چگونه یک بانوی نمونه است؟ بله، نمونه بودن حضرت ام البنین در دو مورد میشه توجه کرد در موردش. یکی ولایت مداری حضرت ام البنین است که او رفتارش رو ما عرض کردیم در قسمت قبلی. ولایت مداری حضرت ام البنین که این ولایت مداری خودش را به فرزندانش منتقل میکنه. نموده بودن از دید دین مقدس اسلام به این صورت که زمان یک مادر میتواند نمونه باشد، الگو معرفی شود برای همه مادران دنیا که فرزندان خودشون را بتواند با قرآن آشنا کند، بله، با صاحبان این خلقت آشنا کنه، با ولایت آشنا کنه، و این نقش ارزشمند را به بسیار وجه خوب و عالی حضرت ام البنین ایفا میکنه و انجام میدهد. از سوی دیگر فرزندان فوق‌العاده مهم و ارزشمند را تحویل جامعه میدهد. ببینید از این جهت حضرت ام البنین الگو قرار میگیره که اگر ما بخوایم فرزندان خودمان را با محور ولایت تربیت کنیم، امام زمان ما امروز یوسف زهرا حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف است. در او زمان خب امام زمان حضرت ام البنین امام علی است و پس از امام علی امام حسن علیه السلام است، امام حسین است و امام سجاد، که چهار امام معصوم را عصرش را حضرت ام البنین درک میکنند و فرزندها را طور تربیت میکنه که فداییان ولایت باشن، که از هیچ گونه ایثاری برای ولایت و پخش دین مقدس اسلام دریغ نکنن. اینها ما تفکر داریم به نام تفکر انتظار. ما امروز منتظر آمدن یک حسین دیگر که بیاید عاشورا را به ثمر برساند. اساسا عاشورا تمام نشده تا متصل شود به قیام جهانی حجت ابن الحسن. ما منتظریم و طبق روایت هم افضل اعمال انتظار است. این انتظار یعنی چی؟ و حضرت ام البنین اگر بخواهیم او را به عنوان یک مادر نمونه و الگو قرار بده معرفی کنیم، به این معناست که مادران ما همچنان باید فرزندان را با الگوی انتظار تربیت کنند. یعنی همونطوری که حضرت ام البنین به فرزندان خودش تربیت کرد، فهمان که فرزندان من، این امام حسین ولی شماست، این امام حسین امام زمان شماست، لذا شما از جسم و جان و روح و دارایی و عزت و آبروی خودتان هر چی که سرمایه در اختیار دارید وقف امام زمان کنید. از این جهت می‌بینید که اطاعت پذیری کامل. از این جهت میبینید که حضرت ابوالفضل وقت خبر میشه که قرار است امام زمانش حسین ابن علی علیه السلام از مدینه قرار است بره به سمت کربلا، همین که به حضرت ابوالفضل دستور میده که حرکت کنید بریم، دیگه هیچ اعتراضی نمیکنه حضرت ابوالفضل. خیلی آمدن اعتراض کردن، حسین جان کجا میری؟ نرو، خطرناکه، اگر میری خانواده را نبر، بچه ها را نبر، زن ها را نبر. اما ابوالفضل عباس آنقدر خوب تربیت شده و آنقدر ولایت مدار تربیت شده که هیچ گونه سؤال اعتراض از امام زمانش انجام نمیده. من اعتماد کامل به توی دارم حسین جان، هر چی که تو بگی سمعا و طاعتا من حرکت میکنم. تفکر انتظار چیست که امروز ما در محضر حسین زمان قرار داریم و قرار است کسان مادران ما تحویل جامعه بدهد که نا نقش ابوالفضل عباس را در رکاب امام زمان بازی کنند. تفکر انتظار از دو بخش تشکیل شده. انتظار یعنی اعتراض به وضعیت موجود. امروز سراسر عالم وضعیت خوبی ندارد. امنیت جهانی او وضعیت مطلوب را ندارد. اقتصاد جهانی وضعیت مطلوب را ندارد. در سراسر جهان رهبران ظالم قرار گرفته، سیاست وضعیت مطلوبی ندارد، فرهنگ وضعیت مطلوبی ندارد، ارتباط های فامیلی، قومی، خانوادگی وضعیت مطلوبی ندارد. هیچ بعد از ابعاد زندگی ما انسان ها در جهان معاصر وضعیت مطلوب و خوبی ندارد. لذا تفکر انتظار به ما میگه که باید تو به این وضعیت حاکم اعتراض داشته باشی، بگه خدایا من از اینی که امام زمانم در پس پرده غیبت حضور داره من شکایت دارم. خدای از این وضعیت، از وضعیت فقر که در خیلی از اقصا نقاط عالم حکم فرماست من شکایت دارم، از وضعیت فرهنگی شکایت دارم، از وضعیت امنیتی شکایت دارم، خدای من شکایت دارم. این وضعیت امنیتی باید خوب شود، این وضعیت اقتصادی باید خوب شود، این وحشتی که در سراسر عالم یک تعداد حاکم کرده ای باید به امنیت تبدیل شود، این به احترامی در سراسر عالم وجود دارد، این تعدی و تجاوزی که در حقوق دیگران وجود دارد این باید به وضعیت خوب تبدیل شود. این یک بخش از تفکر انتظار. بخش دیگر تلاش کردن برای آوردن یک وضعیت مطلوب. صرف اعتراض معنا نداره که ما فقط اعتراض بکنیم و که وضعیت خراب نه. یک داستانواره برخی تعریف میکنه، خیلی جالب توجه هست. یک کسی نقاشی کرده بود، به او گفت که این نقاشی را برو سر یک چهار را قرار بده، زیرش بنویس هر نقطه ضعف را که در این نقاشی میتوانید ببینید علامت بگذارید، یک خط بزنید بگید که اینجا نقص وجود دارد در این نقاشی شما. یادم رفت این نقاشی را گذاشت سر چهار را و زیرش همین عبارت را هم نوشت. شب که آمد دید تمام این تابلوی نقاشیش خط خطی شده، هر کسی در یک نقطه یک علامت زده اعتراض کرده که اینجا نقص وجود داره. این نقاشی را اگه به این صورت مثلا طراحی میکردی خیلی خوبتر میبود، خیلی زیباتر از آب در میآمد. روزی بعدی به آدم میگه نقاشی کن اما زیر تابلو این عبارت را بنویس، اصلاح کنید این نقاشی را، هر جای نقصی میبینید اصلاح کنید. این عبارت را زیر تابلوی نقاشیش می نویسد، صبح میگذاره، شب وقتی می آید می بیند در کمال تعجب حتی یک خط هم ایجاد نشده در این نقاشیش، چون نوشته بود اصلاح کنید، کسی نیامده بود اصلاح کنه. اعتراض را همه ممکنه بلد باشه، همه ممکن بگه اینجا نقص وجود داره، اما مهم اینه که چقدر ما میتوانیم اصلاح کنیم، چقدر در آوردن وضعیت مطلوب ما میتوانیم نقش داشته باشیم. لذا مادران عزیز دقت کنند که حضرت ام البنین یک زن نمونه هست، یک همسر نمونه هست، یک مادر نمونه هست و یک رفیق نمونه هست که اینطوری امام حسین را مدیریت میکند و اینطوری ابوالفضل عباس را با این تفکر رشد میدهد، تربیت میکند که چطوری ابوالفضل عباس فدایی هست برای امام زمانش حسین ابن علی علیه السلام. بله خیلی خوب، جناب استاد دقیقا شناسایی بانوان مثل ام البنین به هدف این است که مادران امروز ما هم بتوانند الگویی داشته باشند مثل حضرت ام البنین تا بتواند فرزندان مثل حضرت ابوالفضل عباس که درکی داشته باشد از مقام ولایت و حریم ولایت تا بتواند دستگیر و کمک و یاوری باشد برای امام زمانش. دقیقا اگر امام حسین در اون زمان نیاز به ابوالفضل عباس داشت، در این زمان هم امام زمان نیاز به یار و یاور دارد و مادران امروز هم باید الگو برای خودشان قرار بدن، بانوانی مثل حضرت ام البنین را. و از شما میپرسیم ای که چگونه مادران امروز میتوانند شبیه حضرت ام البنین فرزند تربیت بکنند؟ بله ببینید، سختترین کار، دشوارترین کار تربیت انسان است. بله. و این کار دشوار و سخت را خدای متعال خالق انسان به مادران واگذار کرده. چه جالب، خدای متعال که خالق انسان هست و یقینا 100% انسان را میشناسه، دستور دادم مادر این وظیفه دشوار رو من به تو میسپارم، همچنانه که در بخش علوم انسانی پیچیده ترین علم امروز شناخت انسان هست. دقیقا این وظیفه دشوار را خدای متعال به مادران سپرده. این بحث خیلی مهم و اساسی است، مادران عزیز انشالله دقت میکنن، پدران بزرگوار انشالله دقت میکنن. گفتن مادر قلب خانه است، همچنانه که پدر عقل خانه است. دقیق. مادر مدیر خانه است که فضای داخلی خانه را مدیریت میکنه، پدر مدیر خانواده است که کارهای کلان خانه را دقیقاً اگر از فضای داخل دچار مشکل باشد دیگه فضای بیرونی هم دچار مشکل است. یک سلسله دستورات را ما میتوانیم از روایات برداشت کنیم، از سبک زندگی ائمه معصومین برداشت کنیم که اگر این روش را، این برنامه ها را مادران عزیز ما در زندگیشان اجرا کنند، تطبیق بدهند، میتوانند به سبک و روش حضرت ام البنین فرزند مفید و تاثیرگذار تحویل جامعه بدهند. گفتیم که خانواده کانون تربیت انسان است. مادر قرار است انسان را تربیت کند، ولی این انسان قرار است در مرکزی در کانون به اسم خانواده رشد کند و تربیت شود. خب این خانواده را قلبش را عرض کردیم مادر تشکیل میدهد، عقل این خانه را پدر تشکیل میدهد. خب برای یک جسمی اگر بخواهد رشد کند دوام بیاره هم عقل لازم است هم قلب لازم است و در واقع این قلب و این مغز و عقل است که بدن را مدیریت میکنه، همچنانه که پدر و مادر است که خانواده را مدیریت میکنه. لذا ارتباط زن و شوهر تأثیر مستقیم بر فرزندان داره. اینه که همسر چی برخورده با شوهرش داره و شوهر چی برخورده با همسرش داره، این نحوه از برخورد خود به خود در مورد چگونگی رشد فرزندان تأثیر مستقیم داره. لذا وقتی ما روش برخورد حضرت ام البنین با امیرالمؤمنین که همسر ام البنین هست میبینیم چه برخورد عجیبی اینجا برقرار هست. دقیقا. اطاعت کامل از جانب حضرت ام البنین و محبت شدید و خالصانه از جانب شوهر خانواده که حضرت علی ابن ابی طالب باشه. این سبک و این روش برخورد زن و شوهر خود به خود باعث صالح رشد کردن فرزندان خانواده میشه. خیلی خوب جناب استاد، با اجازه شما و با اجازه شما بینندگان گرامی یک میان برنامه داریم. بعد از میان برنامه دوباره خدمت شما خواهیم بود. با سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان خوب و همیشگی شبکه جهانی هادی. تشکر از این که تا این قسمت از برنامه با ما یار و همراه بودین. در ادامه مطالب و در ادامه برنامه بانوی نمونه با محوریت و موضوع حضرت ام البنین لیاقت‌ها و شایستگی‌ها باز هم روبروی شما خوبان قرار داریم و با خود داریم کارشناس متخصص حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد نصرالله توحیدی. جناب استاد سلام علیکم. در ادامه مطالب بازم خدمت شما است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که چند تا از کارهای اساسی را که از روایات ها برداشت میکنیم، اگر این روش را، این کارهای اساسی را مادران ما، پدران جامعه ما عملی کنن، اجرا کنن، انشاءالله میتوانن فرزندان صالح و مفید تحویل جامعه بدهن. یکی از ارکان اساسی و کارهای اساسی را که مادران و پدران عزیز ما باید رعایت کنن، درست کردن ارتباط خودشان با هم دیگر هست. اگر ارتباط زن و شوهر به این صورت که اطاعت پذیری از جانب همسر و محبت از جانب شوهر باشه، این روش اگر انجام شود، اعمال شود، خب فرزند میبینه که این مادرش چقدر اطاعت پذیری از پدرش داره. خب این اطاعت پذیری را این مادر به فرزندان خودش هم منتقل میکنه. او وقت این فرزند ها میتواند حرف شنوی داشته باشه از پدرش، چون مادرش را میبینه که چطوری از پدر، از شوهر خودش حرف شنوی داره، اطاعت پذیری داره. اینه که ما در روایت داریم اگر خانم یک پیاله آب را به شوهر خودش بدهد، بهش برای او واجب میشه. این ظاهرش خیلی کار ساده است. خب این چی کاریه؟ به این کار ساده خودم بهش را تقدیم خانم خانواده میکنه. به خاطر اینه که با این کارش این خانم وقار و شخصیت مدیر خانواده را حفظ میکنه و طوری به فرزندانش یاد میداد که همینطوری که من از این مرد خانه حرف شنوی دارم، اطاعت پذیری دارم، شما همینطوری انجام بدید و عملی کنید. حرف شنوی داشته باشید. وقتی فرزندها حرف شنوی داشته باشه از پدرش که او پدر هم آگاه است، خود به خود اینا صالح رشد میکنه. مخصوصا پدر مثل امیرالمؤمنین وقتی باشه. امیرالمؤمنین. و از او طرف اینطوری نیست که صرفا خانم اطاعت پذیری داشته باشه و شوهر هیچ مسئولیتی نداشته باشه. شوهر مسئولیت داره تمام محبتش را، تمام عشقش را خلاصه کنه در همین همسر، وقف همین همسر کنه. و وقتی فرزندها هم میبینه که این عشق خالصانه پدرش را نسبت به مادرش، این نحوه از ارتباط زن و شوهر تأثیر میگذاره در صالح رشد کردن فرزندها. و این روش ارتباط را ما در ارتباط ام البنین با حضرت امیرالمؤمنین داریم. این یک راه بعدی نصیحت مستمر پدر هست. پدر هیچ وقت غفلت نکنه از نصیحت کردن فرزندان خودش، پدران عزیز و بزرگوار، چون نصیحت پدر خالصانه معمولا انجام میشه. ممکنه یک سخنران، یک مجری، یک مؤلف به خاطر شهرت خودش کار را انجام بده یا به خاطر یعنی خالصانه کار را انجام نده احسن. اما پدر تمام تلاشش اینه که فرزند صالح رشد کنه، مفید رشد کنه. لذا هیچ گونه توقعی از فرزندش نداره، خالصانه این کار رو انجام بده. هیچ پدری نیست که به خاطر یک هدف دیگر هدف شخصی خودش مثلا نصیحت کنه، چون حرف و نصیحت پدر از دلش بیرون می شود، خالصانه بیان می شود، تأثیر گذار است. لذا علمای اخلاق گفتن هر از گاهی، هر شبی، هفته یک باری، ماه یک باری فرزندان خودش رو جمع کنه و نصیحت کنه. این کار بعدی. کار بعدی متوجه مادر است، محبت همیشگی و مستمر مادر. نصیحت از جانب پدر هست، محبت از جانب مادر که ابراز می شود نسبت به بچه ها. ارامه می توانیم از سبک زندگی حضرت زهرا، حضرت ام البنین و حضرت امیرالمؤمنین که نا یک خانواده را ترتیب داده، یک خانواده نمونه است، یک پدر نمونه است و یک مادر نمونه است و فرزندان نمونه تحویل جامعه میدهد. از اینا یاد بگیرید. شما حدیث کسا بینندگان عزیز ما که محبین اهل بیتن، حدیث کسا فراوان خواندند. شما وقتی میبینید امام حسن وارد خانه میشود و سلام تقدیم میکند به مادرشان زهرا، امام حسین میآید در خانه سلام تقدیم میکند به مادرش حضرت زهرا. نحوه جواب دادن این مادر رو ما دقت کنیم که چطوری جواب میده حضرت زهرا به فرزندان خودش. و علیک السلام یا قرة عینی و ثمرت فؤادی. امام حسن سلام میده به مادرش، مادرش حضرت زهرا اینطوری جواب میده: و علیک السلام یا قرة عینی، و علیک السلام ای روشنی چشم من، و علیک السلام ای میوه و ثمر دل من. میبینید چقدر حضرت زهرا زیبا جواب میدهد، چقدر محبت آمیز جواب میدهد. این محبت مستمر مادر در واقع یک زنجیری میاندازد بر پای بچه ها که نافراری نشود. دقیق میبینید برخی خانواده ها را میبینیم انقدر صمیمیت در فضای خانواده حاکم است، انقدر فضای این خانواده را محبت پر کرده که تا فرزند میره بیرون از خانه در فضای کار، در فضای تحصیل، در جای دیگر، خیلی زود دلتنگ خانواده میشه. از این جهت هیچ وقت دل نمیکنه از خانواده. لذا پسرانی که در محیط خانواده رشد میکنه، پسرانی که در کنار پدر و مادر رشد میکنن، اینها صالحتر بار میآیند، برخلاف فرزندانی که معمولا دور از خانواده هست، در خیابانها میگرده، در کشورهای دیگر دور از محیط خانواده، اینها معمولا خطر داره برای جامعه. اکثر اونهایی که آمدن امنیت یک جامعه را تهدید کردن، ناامنی ایجاد کردن، پرخاشگری کردن و گروه های ضد امنیت تشکیل شده، اکثر اونها بچه هایی بودن که یا پدر مادر نداشتن یا پدر و مادر فاسد داشتن، از یک خانواده فاسد وارد عرصه اجتماع شده بودن. لذا اگر مادران عزیز ما بخواهند، و یقینا میخوان، مادران ما که الگوی زندگیشون ام البنین هست، مادران عزیز ما که الگوی زندگیشون حضرت زهراست، پدران عزیز ما که الگوی زندگیشون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، یقینا اینها میخواهند که فرزندان مفید تحویل جامعه بدهد. چون ما داریم که طبق آیت قرآن در زمین صالحان حکومت خواهد کرد. لذا اگر ما خود ما نتوانستیم که در رکاب امام زمان ما به عنوان یک سرباز فعالیت کنیم، ولی می توانیم طور فرزندان خودمان را تربیت کنیم، مثل حضرت ام البنین فرزند تربیت کنیم که عباس تحویل جامعه بده، که در رکاب امام زمان خودش. احسن، او وقت می توانیم اگر امام زمان مثلا 3 نسل بعد از ما ظهور کرد، 2 نسل بعد از ما، 4 نسل بعد از ما ظهور کرد، یکی از اولاد ما، یکی از بچه های ما که در سلسله نسل ما قرار دارد تا روز قیامت، او بتواند در رکاب امام زمان حضور پیدا کند. که اگر یکی از بچه های ما، یکی از نواسه های ما اگر بتواند در رکاب امام زمان حضور پیدا کند و حضور فعال و مؤثر اجتماعی داشته باشد در بخش تبلیغ دین، حفاظت از دین و در رکاب امام زمان فعالیت داشته باشد، مثل این است که گویا خود ما در رکاب امام زمان حضور داریم. چون فرزندان را گفتن عمل متأخر آدم هاست و با ادامه نسل انسان ها در واقع پرونده عمل انسان هم باز میماند. لذا ما میتوانیم با الگوگیری از سبک زندگی حضرت ام البنین که او یقینا مرد آفرین روزگار است، زن مگو مرد آفرین روزگار، این زن مرد آفرین را می توانیم به عنوان یک الگو قرار بدهیم، با توجه به این که نحوه ارتباط حضرت ام البنین با حضرت علی ابن ابی طالب، او روش برخورد محبت آمیزی که نسبت به فرزندان حضرت زهرا داره و برخورد صمیمانه و محبت آمیزی که نسبت به فرزندان خودش دارد، و این باعث می شود فرزندان مفید مثل پرچمدار کربلا تحویل جامعه بده. بله. خیلی خوب حضرت استاد، با توجه به که وقت برنامه کم مانده، به عنوان آخرین سوال، حضرت ام البنین در حادثه کربلا چه نقشی داشتن؟ بله، یکی از نقش‌های اساسی حضرت ام البنین در تبلیغ مکتب عاشوراست. همچنان که حضرت ام البنین سرباز تقدیم می‌کند برای امام حسین، 4 تا جوان رشید خودش را تقدیم میکنه و هیچ وقت هم شکایت و گله نمیکنه، هیچ وقت از این جهت که فرزندانش را از دست داده گریه نمیکند، شکایت از این جهت نداره، شکایت از این جهت داره که چرا انسان ها انقدر قسی القلب شدن، انقدر گرگ صفت ها زیاد شدن که آمدن سر از بدن فرزند رسول خدا جدا کردن. کارهایی که حضرت ام‌البنین انجام داد، یکی از کارهایش گریه کردن بود در تبلیغ مکتب عاشق. ببینید ما گاهی وقتی میگیم گریه کردن، خب کار چندان مهم را انجام نداده، ظاهر قضیه اینطوری است، ولی نه، این ظاهر قضیه است. ما در دعای کمیل میخوانیم که و سلاحه البکا، بندگان خالص خدا که سلاحشان گریه کردن است و سلاحه البکا. این اسلحه قدرتمند را حالا ام‌البنین در اختیار داره پس از حادثه تلخ عاشورا. آنچنان سوزناک گریه میکنه که با این اسلحه خودش آمده در عرصه اجتماع حضور پیدا کرده تا اجازه ندهد که خون سرخ حضرت ابی عبدالله الحسین پایمال کرده. حضرت ابوالفضل عباس آنچنانه که در متون تاریخی نوشته، دو تا فرزند از حضرت ابوالفضل به یادگار باقی میماند، عبیدالله و فضل. این دو تا پسر حضرت ابوالفضل را میگیرد ام‌البنین، با خودش میبره، هر روز در قبرستان بقیع اونجا گریه میکنه. چند تا قبر با دستان خودش نقاشی میکرده و اونجا گریه میکرده. با این گریه خودش توجه مردم را جلب میکرده. چه اتفاق افتاده؟ چرا این مادر اینقدر ماها و روزهای متمادی این مادر گریه میکنه؟ دقیقا گریه حضرت ام‌البنین یک گریه عاطفی نبوده، بلکه یک گریه بوده که هدف دنبالش بوده، رنگ و بوی سیاسی داشته، مخصوصا در همچون شرایطی که شرایط بحرانی حاکم بود، مخصوصا در مدینه که شرایط پرخفقانی بود. دقیقا گریه کردن در همچون موارد و تبلیغ از عاشورا در همچون جا و مکانی نمایانگر و نشانگر شجاعت حضرت ام‌البنین است. این که حضرت ام‌البنین میبیند که هیچ راه دیگری برای مبارزه کردن وجود نداره، هیچ راه دیگری که من بتوانم قاتلین حضرت ابی عبدالله الحسین رو به سازهای عملشان برسانم و کارهای دیگری برای تبلیغ عاشورا انجام بده، هم گریه میکنن. ببینید بیننده های عزیز، محبین مکتب عاشورا، گریه کردن اشکی که قطرات اشکی که در مصیبت حضرت سید شهدا جاری می شود، در ظاهر یک قطره ناچیزی است، اما در باطن این قطره اقیانوسی است که به خروش آمده طوفان به پا میکنه. امروز همچنان که حضرت ام‌البنین با این قطرات اشکش یاد و خاطره عاشورا را زنده نگه میداره و کار میکنه که مردم مأنوس باشه با عاشورا، مردم هی از عاشورا سوال کنه، مردم جزئیات عاشورا را بازگو کنه. امروز ما هم به روش حضرت ام‌البنین گریه میکنیم. یک معنایش اینه که این عاشورا نباید فراموش شود، عاشورا زنده بماند تا در واقع با اشک ریختن ما هم میتون مبلغ عاشورا باشیم. مبلغ عاشورا بودن صرفا به این نیست که سخنران باشد، مبلغ عاشورا بودن صرفا به این نیست که کتاب تألیف کنه، شعر بگه و انواع و اقسام کارهای دیگر. ما می توانیم با لبخند خودمان، با گریه کردن خودمان، با رفتار منطقی و احساسی خودمان با سایر ملت‌های دیگر که با عاشورا بیگانه هستند، مبلغ عاشورا باشیم. حضرت ام‌البنین با این اسلحه مؤثر و تاثیرگذار خودش، یعنی اشک ریختن، مبلغ عاشورا است. حضرت ام‌البنین در منزل خودش مجلس عزاداری برگزار میکرد. میبینید که انقدر علاقمند است به مکتب عاشورا، انقدر علاقمند است نسبت به ابی عبدالله الحسین، و انقدر این مصیبت دل حضرت ام‌البنین را سوزانده، آتش زده، که همیشه گریه میکنه. در منزل خودش عزاداری برگزار میکنه، ارتباطی که با حضرت زینب برگزار میکند و اینی که حضرت زینب پس از کربلا که برمیگردد در مدینه، انقدر ببینید این جایگاه حضرت ام‌البنین را میرساند و نشان میدهد که حضرت زینب میره پیش حضرت ام‌البنین، تسلیت میگه، ام‌البنین من تسلیت میگم، 4 فرزند تو شهید شد در کربلا. و حضرت ام‌البنین در خانه خودش مجلس روزه برگزار میکند تا از طریق این مجلس عاشورا را تبلیغ کنند. اما معرفت را حضرت ام‌البنین تکمیل میکنه. اینجا خطاب میکنه به حضرت زینب، زینب جان من از تو معذرت میخواهم. میبینید این معرفت هرگز نمیشه در قالب الفاظ او را گنجانید و بیان کرد. زینب جان من از تو معذرت میخواهم که ابوالفضل من نتوانست آب را به خیمه ها برساند. اینه که 4 فرزندش را تقدیم کرده، از اونا حرف نمیزنه، شکایت و گلایه نداره. با این حرف های دقیق خودش با این حرفهای آگاهانه خودش و با این حرفهای عاشقانه خودش نسبت به اهل بیت، مخصوصا نسبت به عاشورا و ابی عبدالله الحسین عزت ام البنین مبلغ مکتب عاشورا است. بله خیلی خوب جناب استاد، وقتی برنامه در اینجا به پایان میرسد. استفاده کردیم از بیانات زیبا و شیرین شما، انشالله که بتانیم در یک برنامه دیگر با موضوع دیگر خدمت شما باشیم. از محضر شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ. بینندگان نهایت گرامی، این بود برنامه بانوی نمونه با محوریت و موضوع حضرت ام البنین سلام الله علیها، شایستگی ها و لیاقت ها، که از فضای پرنور شبکه جهانی هادی تقدیم نگاه های گرم شما خوبان گردید. تا برنامه های بعدی و یک برنامه دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپارم. الله یار و خدا نگهدار.